مشکلی برای ما هم نداره. ولی دقت کنید که از این خط بالاتر نره. مقادیر رو در خط 0 و خط 10 که ذخیره کردیم دیگه زمانی است که میتونیم فایل رو با استفاده از سیو از در یک قسمت کامپیوتر ذخیره کنیم با مقدار جدید کیلومتر. حالا دیگه چی؟ مقدار جدید کیلومتر ما 12345 هست. مقدار کیلومتر قبلی ما حالا به هر ترتیب یک مقدار دیگه ای بود، 37FF بود که در اینجا تغییرش دادیم به مقدار 12000 تا. روی اون فایل اصلیتون اون مقدار رو درج کنید. گاهن بعضی از دوستان بعضی از فایل ها رو میخوان برای ما ارسال کنن که ما حالا اونا رو بررسی کنیم ببینیم به چه صورتی هست، فراموش میکنن مقدار کیلومتر رو پشت آمپر بخونن. قبل از اینکه پشت آمپر رو باز کنید با باز کردن سویچ یا اصلا در حالت بسته مقدار کیلومتر برای شما به نمایش در میاد. مقدار رو با یک ماژیک روی حالا یا ماژیک خودمون پشت آمپر که قابلیت پاک شدن رو داشته باشه میتونید یادداشت کنید یا بر روی یک کاغذ چیزی این مقدار کیلومترش اینقدر هست که وقتی میخواید برای ما ارسال کنید که ما حالا نگاش کنیم شاید کیلومتر جدیدی باشه مورد بررسی قرار بدیم به چه شکلی هست، مقدار برای ما خیلی مهم هست که مقدار رو داشته باشیم. به همین ترتیب دیگر خودروها هم شما میتونید از این طریق کم کنید. حالا ممکن خودروها BMW باشه یا به عبارتی BMW خودمون حالا بعضیا عنوان میکنن یا خودروهایی مثل نمیدونم آمریکایی کرایسلر، جم، جیپ، کیا. عموما خودروهایی که در داخل ایران وجود داره اگه بخوایم بررسی بکنیم، یکی خودروهای BMW است که حالا کمتر کسی این کار انجام میده، هیوندای داریم، کیا داریم، مزدا داریم، میتسوبیشی، نیسان، پژو، رنالت و تویوتا، ولوو. در قسمت آدر هم نگاه کنیم ببینیم آیا خودروی جدیدی میبینیم یا نه. چری، دیوو، ایسوزو، اویکو، سمند و سایپان که 141 و حالا اینها همه اکثرا دیگه خودروهایی بودن که ما در داخل ایران داریم. هر کدوم از اینها به طور مثال من سایپار زدم 141 بازم خط 0 و 10 رو نمایش میده. یا اگر یک خودروی دیگه ای رو به طور مثال من بخوام انتخاب کنم آردی رو انتخاب میکنم باز همون خط 0 و 10 هست. رنالت رو بخوام انتخاب کنیم لوگان خط دی 0 و ای 0 مقادیر هست. حالا ببینید مقادیر به چه صورتی قرار گرفته. تقریبا 8 کاراکتر اول جزء برنامه نیست. 93 73 62 93 01 و 20 این مقدار کیلومتر ما هست. دوباره همین مقدار در خط تکرار شده، در خط بعدی هم به همین ترتیب و 8 کاراکتر پایانی خط ای 0 ما دیگه قید نشده که اینجا عنوان میکنه. پس بنابراین برای کم کردن مقادیر پشت آمپرها از این طریق استفاده میکنیم. چند مدل پشت آمپر خاص داریم مثل یورو 4 که جدید هست یا دیزلمون یا سابکومون که توی مبحث بعدی میایم این چند تا مدل رو خدمت شما عزیزان عنوان میکنیم که کلن بخش پشت آمپر رو بتونیم تمامش کنیم. حالا قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به بحث کم کردن یا تغییر کیلومتر 206، یکی دو مورد دیگه هم باز یادم افتاد که خالی از فایده نیست اگر خدمت دوستان عرض کنم. اگر یادتون باشه بیشتر شماره IC که داشتیم 93-30-46 یا 93-30-56 بود که در این وسط گاهن 93S56 رو هم
گفتم که رو بعضی از موارد ممکنه پیدا کنه. توی این قسمت چند تا فایل هست که حالا اینو به صورت فایل پی دی افش ما توی قسمت فایل کمک آموزشی برای شما قرار خواهیم داد. اما میخوام که یه مرور کنید، همچنین اینکه کیلومتر مجد رو هم گفتیم که به چه صورتی، ولی توضیح ندادیم که کم کردنش یا تغییرش به چه صورتی هست. تعدادی از خودروها اینجا قید شده، یک مرور بسیار سریع برای اونها انجام میدیم. اگر که حالا دوستان نکته جدیدی چیزی خارج از صحبت قبلی ما میشنوند، میتونن یادداشت کنن که بعد از اون ازش استفاده کنن. حالا همینجا چون داریم صحبت میکنیم، ببینید بعضی مواقع فیلم‌های آموزشی رو که دارید نگاه میکنید کاغذ و خودکار داشته باشید. بعضی از موارد به صورت یک تجربه وقتی عنوان میشه اونو یادداشت کنید، چون دائم ما نمیتونیم هی برگردیم سراغ فیلم ها. خب حجم فیلم خیلی زیاد، برگردیم یه تیکه رو بخوایم نگاه کنیم که چی شده بود در اونجا. اینها رو سعی کنید به صورت تک یادداشت در جای داشته باشید. شاید در کل 3-4 تا برگ کاغذ آچار بیشتر نشه. اینو همیشه توی دفتری چیزی که اگه بخواید ازش استفاده کنید به راحتی برگردید، از نکات خودتون استفاده کنید. اولین خودرو خودروی زانتیا است با IC 93C46. اگرچه مواردی رو که میبینید در تاکوسافت وجود داره، ممکنه یکی دو مورد در تاکوسافت وجود نداشته باشه، اینجا عنوان میشه که به طور مثال برای کم کردنش اینجا عنوان میشه IC 93C46، از نوع کارخونه ST هست. سمپل یا مثالش در خط 0 E1 2001 2000، دوباره همون مقدار و در قسمت نیمه دوم ثبت میشه که با تاکوساف میتونیم عنوان کنیم. خودروی بعدی خودروی ورنا هست، نوع IC 93S56 هست. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.